آخه خدایی معصومتر از این بشر داریم ما. سلام، حالتون چطوره؟ ویدیو امروز رو اختصاص دادیم به آقای فردوسی پور که عادل بودن توی خونشه. عادل متولد 11 مهر 1353 و در شهر رفسنجان به دنیا اومده و ما الان که در سال 1402 ایم، عادل 49 سالشه. عادل از همون بچگی علاقه خاصی به فوتبال داشته، ولی خب همیشه درساش رو با معدل عالی پاس میکرد و سرانجام بعد از تموم کردن مدرسه در رشته مهندسی صنایع دانشگاه شریف قبول شد و تا مدرک کارشناسی با همین رشته ادامه داد و حتی از عشقی که به فوتبال داشت برای پایان نامش در مورد پیشبینی نتایج فوتبال با استفاده از تحلیل‌های رگرسیونی نوشته و ازش دفاع کرد. خلاصه بعدش سال 72 کار خودش رو با روزنامه نگاری خبرهای ورزشی شروع کرد و اون زمان دانشجوی سال سوم کارشناسی زبان انگلیسی بود و توی بخش ترجمه صفحات فوتبال‌های خارجی جیم کار میکرد و خلاصه یک سال بعد، یعنی سال 73، بعد از چندین بار رد شدن در آزمون‌های صدا و سیما راهی گزارشگری شد و سال 74 برای اولین بار صدای عادل فردوسی پور در بازی فوتسال جام رمضان پخش شد. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و علاقمندان به ورزش، از اطلاعات زیادی که عادل در مورد ورزش داشت کم کم اعتماد صدا و سیما رو جلب کرد تا چند دقیقه‌ای رو گذاشتن گزارش کنه، ولی خب از همون اول عذابش میدادن. در جام ملت‌های آسیای 96 امارات عادل به عنوان کارشناس کنار سایر گزارشگران کار میکرد و در ادامه فعالیتش گزارش‌های 5 دقیقه‌ای و 10 دقیقه‌ای بهش میدادن و نهایتاً تونست گزارش کامل فوتبال رو به دست بگیره. و اما با صداش چه خاطراتی که برامون تداعی نمیشه. پاس مقطعی پژمان منتظری حسانش انجام میشه روی دروازه، این ضربه سر. عادل اولین گزارشگری بود که اسم تمام بازیکنان فوتبال رو درست تلفظ میکرد. فردوسی پور سال 78 طرح اولیه برنامه 90 رو به مدیریت شبکه 3 پیشنهاد داد و کمتر از 20 روز فعالیت خودش رو در برنامه 90 شروع کرد. عادل از همون اول مشکلات زیادی با شبکه 3 داشت و بارها خط قرمز شبکه 3 رو رد کرده بود و بارها هم توبیخش کردن. توی سالهای فعالیتش برای ما خاطرات زیادی رو ساخت و نهایتاً سال 97 آخرین برنامه خودش رو اجرا کرد. به طور متوسط هر برنامه عادل بیش از 10 میلیون بیننده داشت. از خاطر انگیزترین گزارشاتش هم میشه به جام جهانی 2002، 2006 و 2010 اشاره کرد. فردوسی پور سال 92 یه برنامه دیگه ساخت به اسم فوتبال 120 که فوتبال‌های اروپایی رو بررسی می‌کردن و حمید محمدی و محمد حسین میساقی که قشنگ الان جای عادل رو گرفته مجری این برنامه بودن. فردوسی پور در طول فعالیتش جوایز زیادی از جمله جایزه بهترین گزارشگر، بهترین مجری، بهترین چهره تلویزیونی و بهترین تهیه کننده رو به دست آورده. فردوسی پور همیشه برنامه‌های زنده جنجالی اجرا می‌کرد و یکی از جنجالی‌ترین و باحال‌ترین برنامه‌هاش این برنامه 90 بود. من صدا شما رو ندارم واسه من. شما چرا میشتایی من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم، شما گفت الان ندارم. نه. فردوسی پور در سال 97 با جانی اینفانتینه رئیس فیفا گزارشی رو تهیه کرد که هیچ وقت اجازه پخش نگرفت و دلیل اون رو مطرح کردن بعضی موارد سیاسی که قابل پخش نبوده اعلام کردن. لایک کن تا بریم برای ادامه زندگی سخت این مرد شریف. عادل در کنار گزارشگری خیلی ترجمه هم انجام داده. فردوسی پور در کنار ترجمه مجلات ورزشی سال 89 کتاب فوتبال علیه دشمن نوشته سایمون کوپر رو ترجمه کرد و سال 91 کتاب 400 صفحه‌ای جامعه فوتبال رو ترجمه کرد. سال 94 کتاب هنر شفاف اندیشیدن رولف دوبلی رو ترجمه کرد. سال 97 کتاب خوب زندگی کردن رو تجربه کرد که پرفروش‌ترین کتابش شد و 33 بار به چاپ رسید. و سال 99 هم آخرین کتاب خودش رو به نام پیگیر اخبار نباشید دوبله کرد و به چاپ رسید. حالا تازه این همه فعالیت داره، توی دانشگاه شریف هم درس میده. خلاصه از همه فعالیتاش بگذریم، میرسیم به ناعدالتی که در حق این مرد همیشه عادل شد. وقتی که در جشنواره جام جم سال 97 برنامه 90 به عنوان برترین برنامه تلویزیونی انتخاب شد، عادل به بالای سکو رفت و بعد از دریافت جایزه گفت که سخت‌ترین سال فعالیتش در شبکه 3 بوده و در مورد ناحقی‌هایی که صدا و سیما توی این مدت به برنامه‌هاش تحمیل کرده گفت. شما فکر کنید که برترین برنامه تلویزیونی یک کشور باشید و
چند ماه بعدش کلن اون برنامه رو تعطیل کنن و بهش اجازه فعالیت ندن. بعد از کنار گذاشتن عادل از صدا و سیما، در مصاحبه راجع به تعطیل شدن برنامه، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و رئیس سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت محبوبیت زیاد فردوسی پور علت حذفش از صدا و سیما بوده و همچنین گفت زمانی که به مدیر شبکه 3 تماس گرفتم در جواب به هم گفت دخالت نکن، ما 8 ماه برنامه ریزی کردیم تا برکنارش کنیم. رئیس سابق صدا و سیما محمد سرافراز حذف عادل فردوسی پور رو دستور مستقیم از بیت رهبری گفت. خلاصه که عادل برای همیشه ممنوع التصویر شد، ولی بعد از ممنوع التصویریش یه رکورد عجیب رو هم به ثبت رسوند. حدود 2 سال دوری از گزارشگری، در 28 آذر سال 99 صفحه فارسی اینستاگرام کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد عادل فردوسی پور فینال لیگ قهرمانان آسیای 2020 رو در لایو اینستاگرام AFC فارسی گزارش میکنه و این اولین گزارش عادل بعد از 2 سال کنار گذاشته شدن بود. بعد از اعلام این خبر تعداد دنبال کنندگان صفحه فارسی AFC به 2,900,000 نفر رسید و تعداد بازدیدهای این لایو در لحظه به 809,000 نفر رسید و در مجموع 4,600,000 بیننده داشت و پنجمین لایو پربیننده دنیا به حساب میاد. خلاصه بعد از همه ظلمهایی که در حقش کردن، توی یوتیوب صفحه فوتبال 360 رو راه اندازی کرد و باز هم استقبال همه مردم ایران رو به خودش جلب کرده. من که عاشقشم، شما چطور؟ مرسی که تا آخر یه ویدیو دیگه هم همراه ما بودید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و با لایک کردنتون به ما دلگرمی بدید. تا یه ویدیو دیگه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.